دوستای عزیز سلام، خسته نباشید، امیدواریم که جور و صحتمند باشین. میخواییم امروز یک چند جمله بیان کنم برای تربیت دختر در جامعه. دوستای عزیز، میخواییم این رو بگیم، نترسیم که دخترشم در زمین مخره و خطا میشه، بگذارین زمین بخره، اما کوشش کن که دوباره بلند شدن رو بخشی از اینا یاد بدیم. بله خطاش نه، نهایش گریه مونه، اما بعد از گریه باید اینا را اوقدر اعتماد به نفس بدی که بتونن دوباره از زمین بلند شنه و این بلند شدن زمین را اینا عادت کنه و یاد بگیره. بگذارید فرشته های زمینی از ما و شما در اجتماع حضور پیدا کنه، اینا را در دکان برای خرید روان کن، در صف نانوایی روان کن، بلن برای خرید کنه نان بیره تا اینا یاد بگیره. زمانی که مرد در خانه نباشه اینا از عهده زندگی کوشش کرد به هم اندازه که در کارهای آشپزی و نان پختگی دخترها را تشویق کنین، بیاین اینا را در رانندگی موتر یا موتور سواری هم ترغیب کنیم که اینا بتونه اگر مرد در خانه نباشه خود یا مریضی که در خانه باشه را در جای رسانده بتونه. بیاین به دخترای خود عادت بدیم که منتظر هیچ مرد نباشه تا برای از اینا آب و غذا تهیه کنه. باید به اینا یاد داد که کمبوتی مرد زندگی خوره در مردهای فیسبوکی و اینستاگرام جستجو نکنه. عزیز اینها را گفتم که باور کنیم، در زندگی امروزی عزیزم گفتن یا عشقم گفتن مردهای امروزی توهینی بالاتر از سیاست گفتن مردهای امروزی. چیزهای کوچک پشمی یا کادوهای ولنتاینی نمیتونه ارزشش به اندازه زحمت چند و چندین ساله پدر و مادر باشه. این رو باید یاد بدیم به اینا که آبرو و عزت پدر و مادر خوره، آبرو و عزت خانواده خوره در یک لحظه بخشی یک خرسگ پشمی قرمز رنگ یا کادوهای ولنتاینی به فروش و حراج نرسندن. اینها را گفتم که بیاین به دخترای خود دوباره خیسن و دوباره بلند شدن یاد بدیم تا اینا درک کنه و بفهمه که هیچ چیز از مردهای امروزی کم و کاستی نداره. به امیدی سربلندی و عزتمندی دختران سرزمین ما، موفق و بهروز باشین. خداوند یادتون.